رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من از هلند تماس میگیرم. 32 سال سنمه، همسرم 31 سالشه، دو تا فرزند دارم، یک پسر 4 سال و نیمشه، دخترم 2 سال و نیمشه و مدت نزدیک به 7 ساله که با همسرم 1 سال نامزد بودیم و آره نزدیک 6 ساله که باهاش دارم زندگی میکنم. آقای دکتر، من خیلی سختی‌های زیادی رو گذروندم باهاش تو این مدت. به من بگید چه مدت نه صبر کنید چه مدتی است در هلند هستید عزیز؟ ما 2015 نوامبر 2015 رسیدیم هلند، مهاجرت کردیم از ایران. شما هر دو در ایران بودید، اونجا با هم آشنا شدید، ازدواج کردید و آمدید، درسته؟ بله. چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج نه قبل از نامزدی چی؟ بله، آشنایی قبلی نداشتیم، یعنی هیچ شناختی از هم دیگه نداشتیم، خیلی سنتی ازدواج کردیم. سنتی و ازدواجمونم یه سال اول موقت بود، یعنی عقد دائم نبود. بعد از یک سال عقد دائم کردیم. نه آخه چی بود یک سال اول؟ ای عقد دائم نبود، عقد موقت. عقد موقت به مدت یک سال عقد موقت کرده بودیم، یعنی محرم شده بودیم. نه متوجه هستم عزیزه، اینا رو میفهمم. خب به من بگید که هر دو چی خوندید و چه میکنید؟ همسرم تحصیلاتی ندارن، تا کلاس پنجم بیشتر نخوندن، ولی من خودم تا پیش دانشگاهی رو خوندم، ولی خب به دلیل مشکلاتی که داشتم نتونستم برم دانشگاه. خیلی دوست داشتم و بعد از اون کلاس های زبان انگلیسی رو دنبال کردم به مدت 3 سال که بتونم حداقل از این طریق بتونم معلم بشم، معلم زبان انگلیسی. و بعد از اون که قرار بود نزدیک بود که معلم بشم، یعنی شروع به کار بکنم، دیگه مهاجرت کردیم اومدیم اینجا. اینجا من الان سال دوم، بعد از تحصیل تابستان میخوام، خب یعنی دیپلم کاری دارم شروع میکنم به تحصیل. شما به من بگید که از چه طریق آمدید به هلند؟ ما در واقع غیر قانونی خارج شدیم از ایران، قانونی نیومدیم، غیر قانونی به قاچاق اومدیم. به من بگید هر دو فرزند چندمید؟ همسرم فرزند آخر هستن، من هم همینطور. از چند تا؟ از 5 تا. همسرم 5 تا، 4 برادر و 1 خواهر، من 3 خواهر و 2 برادر. اوکی. خانوادهتون با این مهاجرتتون موافق بوده؟ در واقع من با پدرم مهاجرت کردم و همسرم و مادرم و برادرم بعد از 2 ماه یا 3 ماه بعد رسیدن به ما، ملحق شدن. اونا از چه طریقی آمدن؟ اونها هم همینطور غیر قانونی. و بعدن پناهنده شدید؟ بله. درخواست الان پناهندگی کردیم و ببخشید من میتونم صحبت کنم؟ حتماً. بعد از اینکه درخواست پناهندگی دادیم، به مدت 2.5 سال داخل کمپ مهاجرین بودیم تا که جواب گرفتیم و اینا، و الان هم نزدیک 3 ساله که منزل خودمون زندگی میکنیم. خب وقت پسر بزرگتون توی کمپ متولد شد؟ بله بله آقای دکتر. اوکی بسیار خوب. خب حالا غیر از شما الان چه کسی از خانواده شما در هلنده؟ پدرم، مادرم و برادرم. و از خانواده همسرتون؟ هیچ کس. در واقع پدر مادر همسرم فوت کردم. خب حالا چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردید؟ آقای دکتر، من در واقع خیلی با همسرم مشکلات زیادی رو گذروندم و خیلی خواستم کمکش کنم، یعنی خیلی اشتباهاتی ازش دیدم و
چیزی نگفتم و در چه فرصت دادم و... نه در چه زمینه اشتباهاتی؟ آقای دکتر به من اصلا اعتماد نداره. آقای دکتر اعتماد اصلا به من نداره. آقای دکتر یعنی بهتون بگم باورتون بشه صدها مرتبه منو امتحان کرده و از این که چیزی نصیبش نشده گفته آره مثلا من چیزی ندیدم از تو، ولی بعد از یک روز دوباره دیدم همون حرکت رو انجام داده. مثلا حالت شکاک بودن، مثلا حالت اعتماد نداشتن، مثلا به من گفته ساعت 4 مثلا نرمال حالت ساعت 4 تعطیل میشه میاد خونه بی خبر، دیدم مثلا سراسیمه ساعت 2، یه دفعه دیدم درو با سراسیمه درو باز کرد انگار که یه ندایی بهش رسیده که کسی داخل خونه است یا همسرتو با کسی در ارتباطه. سریع اومده تمام اتاقا رو چک کرده، هلا رو دست داده، حتی بعضی وقتا آقای دکتر موهای منو دست میزد میگفت موهات نم داره. حمام رفتیم گفتم نه حمام نرفتم، میگفت موهات نم داره. به من راستو میگی؟ گفتم بله راستو میگم، من دروغی ندارم بهت بگم. خب حالا این مسئله شک و سوء زن رو که میدونید بسیار با جدی گرفت، برای اینکه همه چیز رو خراب میکنه. و خب شما بعد از اینکه همچی چیزایی در ایران هم دیدید؟ بود آقای دکتر، ولی خب چون که ما یک سال با هم بودیم و شناخت قبل از هم نداشتیم، فکر میکردم مثلا به خاطر اینیه که ما هیچ شناختی از قبل نداشتیم، شاید به خاطر اینکه اطمینانی نداره و شاید بعد از یه زمانی این اعتماد جلب بشه شاید بهتر بشه، من زیاد جدی نگرفتمش. حالا شما من بگید چه عجله‌ای داشتید و چه ضرورت داشت که شما ازدواج کنید؟ کی میخواست ازدواج کنه شما تو این سن نسبتاً پایین؟ چرا فکر کنید با ازدواج کنید با کسی که اصلا نمیشناسید به همین سادگی؟ خواستگار من زیاد داشتم آقای دکتر، نمیدونم به خدا نمیدونم چی شد که من ایشون رو قبول کردم و گفتم که من همینو میخوام، من با همین ازدواج میکنم. خب ایشون در ایران چی کار میکردن؟ شغل و کارشون چی بود؟ شغلشون آزاد بود آقای دکتر. بله ایشون با پدرشون زندگی میکردن چون مادرشون از دست داده بودن و بعد از اینکه با من آشنا شدم دیگه تصمیم گرفتم بیان به اون شهری که ما زندگی میکردیم، چون ما از هم شهرامون دور بود، یعنی اونا توی شهر دیگه زندگی میکردن، از طریق یکی از آشناها به ما معرفی شده بودن و اینا. بعد دیگه قرار شد بیان اون شهری که من زندگی میکنم همونجا کار میکردن و زمانی که ما نامزد بودیم هفته یک روز دو روز خونه ما بودن و بعد از اون مجددا سر کارشون برمیگشتن. خب حالا هنوزم این شک و سوء زن رو همکنون نسبت به شما دارن و این اوضاع ادامه داره؟ آقای دکتر من خیلی بهشون فرصت دادم ولی الان خیلی بدتر شده. آقای دکتر کار به جایی رسیده که تلفن رو فکر میکنم تو همین چند ماه گذشته چند دفعه تو خونه گذاشتن و صدا رو ضبط کردن. از این که میومده و سر میزده میدیده چیزی تو خونه نیست، چیزی آیدش نمیشده، گفته پس من تلفن رو میذارم خونه شاید یه چیزی بشنوم، صدایی چیزی بشنوم و این ماجرا برای من کاملا روشن بشه. هیچ وقت تو این مدت دوبار از من پرس بگو از گفتش که به من این گوشیشو آورد، گفتش که من این صداهایی رو شنیدم امروز، این صداها کیه، این برای کیه، این صدای کیه میاد؟ من گفتم که من یکی از دوستام در چشم دنیا اومده بوده، من زنگ زدم رو آیفون زده بودم، صداش یکم کلفت صداش، گفتم این یه خانومه آقا نیست. گفتش که نه صدای آقاست. من ترسیدم، شوهرم به من میگفت من ترسیدم. بعد از این که من بهش گفتم به خدا من کاری نکردم و این صدای دوستمه، عکس بچهشو نشون دادم گفتم بیا نگاه کن، من امروز داشت تماس گرفتم، ساعتشو نگاه کن و اینا. بعد اون گفت وای مردم و زنده شدم، فکر کردم که یه مردی تو خونه بوده، یه همچین حرفی رو زد. من گریه کردم بهش گفتم دیگه این کارو نکنی چون این خیلی کار بدیه.
نه آخه این که با فایده این گفتگوها به من قول داد آقای دکتر. نه فایده ای نداره. بله به من قول داد. بله به من گفتش که من دیگه این کارو نمی کنم آقای دکتر. حتی هفته پیش ما با هم دعوا کردیم، بحثمون شد و من با خواهرش تماس گرفتم، صحبت کردم، همسر خواهرش، و اونا از من خواستن که یک فرصت دیگه بهش بدم. شاید این بیماری روانی داره، مشکل روانی داره، اینو به دکتر روانشناس معرفی کنم. یک فرصت کوچیک دیگه به خاطر بچه‌هام بهش بدم، شاید بهتر شد، شاید درمان شد. و من این کارو کردم، براش قرار ملاقات گرفتم، حتی با روانشناس صحبت کردم، خودش هم با روانشناس صحبت کرده بود تلفنی اول. بعد من همه رو به دکتر روانشناس توضیح دادم که این کارا رو، این رفتارا رو ازش می‌بینم، و دکتر روانشناس به من گفتش که اگه شوهرتو درمان نشه چه کار می‌کنی؟ من در پاسخ بهش گفتم که اگه درمان نشه من دیگه چاره جز جدا شدن ازش ندارم. تا اینکه این خانم دکتر به من گفتن که پس من با همکارای خودم صحبت میکنم، اگه همسر شما قابل درمان باشه ما با شما تماس میگیریم. تا اینکه روز پنجشنبه گذشته من یه ایمیلی از خانم دکتر دریافت کردم که برایشون یه قرار ملاقات گذاشته بودن. بعد روز جمعه آقای دکتر ساعت صبح به من گفتن من میرم سر کار، یه کار موقت داشتن برای 2 ساعت 3 ساعت، با من خدافظی کردن از خونه و رفتم، و من تماس گرفتم با مادرم که بیان از مواظب بچه‌ها باشه، من برم فروشگاه خرید کنم. وقتی وارد فروشگاه شدم دیدم گوشی من تماس خورد، تماس اومد، زنگ خورد، به من گفتش که یه سوالی از من پرسید و بعد گفتش که کجایی شما، خونه این؟ گفتم نه من اومدم فروشگاه خرید کنم برای خونه. بعد به من گفتش که آره من فلان چیز رو نیاز دارم از فروشگاه برای من بخر. تنهایی؟ گفتم آره من تنها اومدم، کسی دیگه نیستش با من، مادر رو گذاشتم خونه که مراقب بچه ها باشه. بعد از اون وقتی که من وارد فروشگاه شدم دیدم که یک آشنایی رو دیدم، به من گفتش که شما با همسرت اومده بودی؟ گفتم نه من با همسرم نیومدم، تنها بودم. گفت من همسر شما رو همین الان دیدم و اون هم من رو دید و هیچی نگفت و رفت. من گفتم نه همسر من نیست، احتمالا اشتباه کردی. گفت نه من حتی چشم تو چشم شدیم با هم و من اون رو دیدم. آقای دکتر اصلا دنیا روز کار من خراب شد. من نمیدونستم چرا این کی میخواد دست از این کارش برداره. اون به من قول داده که دکتر شما یه سری حرفای عجیب و غریب میزنید. کی از این کارش دست برداره؟ چون نمیتونه از کارش دست برداره. چرا من عرض میکنم که اگر با یک کسی رفتید بیرون و دیدید شکاکی یا عصبانیه، بهانه بگیرید بگید من دلم درد گرفته باید برم خونه و برید خونه، دلیلی برای ادامه نیست. بنابراین شما با موردی روبرو شدید انقدر سنگین و شدید که کاری نمیشه کرد، حتی وقتی که خاطرش، یعنی شما به جوری عمل کنید که همه چیز روشن و شفاف باشه، تازه فکر میکنه شما چقدر زیرک و حیله‌گرید که تونستید یه چیزایی رو پنهان کنید و گولش بزنید. تازه بیشتر نگران میشه، برای که مغزش نمیتونه پروسسی رو که داره، اون نتیجه گیری رو که میخواد نکنه. بله آقای دکتر همونطور که بهتون میگفتم، و اینکه همسر من یا سیگار مصرف میکنه و همچنین ماریجوانا و همچنین بیر رو هر یک روز در میون یا که هر روز شاید، چون جلوی چشم من کار رو نمیکرد، بهش میگفتم. بعض وقتا اول که نمیدونستم سیگارم، حتی نمیدونستم که سیگارم میکشه، بهش میگفتم که وقتی مطلع شدم میگفتم چرا سیگار که دیگه میتونی حالا بکشی، حالا جلو من میتونی بکشی؟ میگفت نه من دوست ندارم جلوی تو یا جلوی بچه هم سیگار بکشم. حالا بذارید ازتون صبر کنید، یه سوالی بکنم. سوال اول من از شما این هست که آیا در خانواده پدری و مادری ایشون یا خواهر برادرها هیچ زمینه ای برای این حالت شک و زوه زن از بقیه شنیدی؟ چون این مسئله جنبه سنگین ارثی داره. بله آقای دکتر، بله. چی شنیدید؟ در
در واقع یکی از برادرهاش هم من همینطور شنیدم که جاری من در واقع همین مشکل رو با همسرش داره، یعنی در واقع ازدواج مجدد کردن و این ازدواج مجدد هم برادرشون با خانم دومش هم همین مشکل رو داره. دوم به من بگید رابطه جنسی تون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ آقای دکتر در واقع یعنی بیشتر مواقع بدون خواسته من بود. یعنی چی؟ یعنی به نظر من نرمال نبود، هفته ای 3 بار تا 4 بار. نه خب هفته 3 بار یا 4 بار که نرمال هست. یعنی که هیچ توجهی نداشت، یعنی هیچ اجازه از من نمی گرفت یا اصلا به خواسته و احساسات من توجهی نداشت. یعنی وقتی می گفت من این چیز رو می خوام، این کار رو می خوام بکنم، باید می شد. و آیا یک مدتش به نظر شما در حدی که میدونید مناسب و درست بود یا ایشون با سرعت ارضا میشد؟ بله. کدوم بعد نفهمیدم. حتی آقای دکتر خیلی برای من اتفاق افتاد که من خواب بودم و ایشون این کار رو با من انجام داد. نه فقط زمانش برای من مهمه، چون معمولا این آدمای نوراتیک و عصبی یه مقداری با سرعت ارضا میشن. دکتر این اواخر واقعا خودش مشکل داشت، تو رابطه جنسیش هم حتی مشکل داشت. یعنی چی مشکل داشت؟ یعنی دیر ارضا میشد. ها دیر ارضا میشد، یعنی مدتی طول میکشید. بله بله بله. به من بفرمایید که خانوادتون از این موضوع خبر دارن، درسته؟ یعنی قبل از من الان آقای دکتر، از روز جمعه که واقعا دیگه خسته شدم آقای دکتر، دیگه یعنی کم آوردن، یعنی این 6-7 سال رو من تحمل کردم به امید اینکه یک روزی شاید دکتر بره، پیش روانشناس بره، شاید خوب بشه، ولی دیدم نه، روز به روز بدتر شده. الان دیگه کارش به جایی رسیده که تلفن میذاره بدون اطلاع من صدا ضبط میکنه و هرچی من میگم این صدا هیچ ربطی نداره، میگه نه گوش کن تو این صدا رو میشنوی. میگم من نمیشنوم این صدا رو. میگه نه این صدا رو میشنوی. خب حالا شما به من بگید که دو یا سه تا جنبه خوب همسرتون چیه که شما هنوز دارید میخواید ببینید عیبش چجوری میشه؟ دو سه تا چیز خوبی که این مرد داره چیه؟ نمیدونم آقای دکتر، من خیلی به همسرم علاقه داشتم، خیلی براش ارزش قائل بودم، خیلی دوستش داشتم. چه چیزه ایشون رو دوست داشتی؟ کینه‌ای نبودن آقای دکتر، خیلی سخاوتمند بودن، با اینکه وضع مالی خوبی نداشت ولی بخشندگیش خوب بود. یعنی وقتی مثلا میگم بخشندگیش که برخی از اوقات بخشندگیش که خونه خرابی داره برای خیلی ها، اونم آدمی که تو بازار و بیزینس داره. بله آقای دکتر. آخه شما عاشق چی شده بودید به فراق من؟ مثلا نمیفهمم. خب الان به من بگید دو سه چیز خوبشون الان چیه؟ الان هیچ خوبی نمیدونم. اوکی به من بگید به عنوان پدر در ارتباط با بچه ها چطوره؟ آقای دکتر خیلی پرخاشگر بود، سریع، یعنی سریع از کوره در میرفت، عصبانی میشد. و اینکه یه هفته پیش بود که پسرم رو میخواستم ببرم مهد کودک و میگفت من میخوام با شلوارک برم و یکم هوا سرد بود، پدرش میگفت باید شلوار بپوشی. و اینکه عصبانی شد و دمپایی رو برداشت و یکم به پاهاش زد و بچه گریه کرد. خب تو هم که میدونی که دخترم 2.5 سالشه، میگه وقتی از در اومد دفعه آخر به من گفت بابا عصبانیه، زبان هلندی به من گفت بابا عصبانیه.
خب اونو متوجه هستم، ولی اگر متوجه بشن که بچه رو تنبیه فیزیک کرده که ایشون رو میبرند و نگه میدارن اقلا. بله آقای دکتر، بله بله. خب حالا به من بگید خانواده شما اگر خبر دارن یا میدونن میگن چه کار کنیم؟ من خانواده من به شدت مخالفم که من با این آقا زندگی کنم. یعنی الان من جمعه گذشته که اومدم خونه پدرم اینا دیگه بر نگشتم و من با شهرداری تماس گرفتم که من میخوام از این آقا جدا بشم و الانم این روزا درگیر وکیل هستم که دنبال وکیل بگردم. اما امروز بعد از ظهر فقط به این فکر کردم که بچه های من چی میشه، تکلیف بچه های من چی میشه، با اینکه من تو دولتی زندگی میکنم، تو کشوری زندگی میکنم که همه جوره منو ساپورت میکنم، ولی نگران آینده بچه ها هم که چه ارتباطی با آینده، چه ارتباطی با آینده بچه ها داره؟ بله تو اون کشوری که شما هستید نگران احساساتشون هم آقای دکتر میگن احساساتشون احساسات چیشون مشکل روحی روانی پیدا نکنن به خاطر اینکه پدر ندارن و صبر کنید به خاطر اینکه پدر ندارن، به خاطر اینکه پدرشون این گونه کارهایی میکنه که بچه ها دیر یا زود متوجه میشن چه خبره. بله آقای دکتر، بله اینا متوجهم. شما ببین چیزایی میگه. آره یه سوالی ازتون دارم، صبر کن. صبر کن. میرسیم به اونجا. بذارید ازتون این سوال رو بکنم که ایشون نسبت به بچه‌ها رو گفتی، ولی بچه‌ها فکر می‌کنی وقتی ایشون نیست حالت راحت‌تر و آرام‌تری ندارن؟ بله آقای دکتر، الان من چند روزه که خونه پدرم هستم حتی یک بار هم نپرسیدم که بابا کجاست. ولی قبل که خونه بودیم اگه پدرشون چند ساعت خونه نبود میپرسیدن بابا کجاست. ولی الان چند روزه که من اومدم، چون با پدر مادر من رابطه خیلی خوبی دارم، اصلا یک بار هم آقای دکتر سراغشو نگرفتم، نگفتم بابا کجاست. حالا به من بگید ببینید عزیز، نمیخوام چون میدونم پرسش اصلی شما کجاست، اینقدر کار و مطالعه و تحقیق شده که نشون داده شده طلاق همیشه بده و به ویژه بچه آسیب میزنه. بله بله. اما خیلی ولی خیلی از اوقات ادامه یه زندگی بد آسیباش به بچه ها خیلی سنگینتر و بیشتر و بدتره. بعد هم یه جایی میرسه که همجا خیلی خب. بنابراین پس کسی نمیتونه به شما بگه که کدامش کمتر بده، این شمایید که با تصمیم گیرید با توجه به شرایط. بعد هم معلوم نیست که ایشون یک وقتی که شما صحبت از جدایی میکنید دست به یه مانورایی نزنه که بخواد شما رو برگردونه، و دوم بعد از جدایی شما رو آزاد و راحت بگذاره. یعنی این ماجرا به این راحتی ها که خاتمه پیدا نمی کنه. در واقع روز آخر که آقای دکتر ما با هم دعوا کردیم و اون چمدونش رو بست و اون به من تهمت زد که تو رابطه داشتی و من از این خونه میرم و دیگه نمیخوام تو رو ببینم، این کارو کرد آقای دکتر رفت، ولی غروبش دوباره با همون چمدون برگشت اومد تو خونه. و اینکه دو روز پیش به من از طریق تلگرام، چون من همه تماس تلفنیم رو بستم، بلاک کردم، واتساپم رو بستم، اینستاگرامم رو بستم و فقط تلگرامم باز بود که از طریق تلگرام به من پیام داد، سلام فردا میخوای چیکار کنی، میشه من با خبر کنی؟ و اینکه یک عکس از من و خودش که داشت و گوشیش برای من فرستاده بود. به هر حال عزیز، شما ازدواج اشتباهی کردید، بدون که کسی رو بشناسید ازدواج کردید، بعدا سراغ کسی که حتی درس نخونده بوده که بتونه زندگیش رو اداره کنه ازدواج کردید، بعد راهی یه دفعه یک کشور کاملا جدا از نظام فرهنگی و اجتماعی ایران شدید. حالا متوجه مسائل هستم، ولی آمدید به هر حال، حالا اونجا قرار دارید، ولی الان تکلیف روشنه. شما یه زندگی بد دارید و یه طلاق بد، و این شمایید که بیش از هر کس دیگه میتونید تصمیم بگیرید کدامش بدتره، یک یا به نظرتون میرسه. بعدش هم به هر حال هر دوتاش با خودش مسائل و مشکلاتی داره، ولی شما یه هست کارتون این نصب کنید. دو تا نکته است، یکی در یک کشوری مثل هلندی، دوم که پدر و مادرتون اونجا هستن
که با بچه ها رابطه خوبی دارن. این جنبه مثبت، اگر این دوتا نبود اوضاع خیلی مشکلتر و بدتر میشود. بله آدف، من میتونه صحبت کنم؟ بفرمایید. و اینکه یادم رفت حرفم، و اینکه میخواستم فقط این رو بدونم آقای دکتر، آیا درمانی هست؟ نه، این تو دلم مونده آقای دکتر. نه متاسفانه نه عزیز، بیماری داشته باشه. درمان همیشه هست، مگر بهبود هست، کنترل هست، مشروط بر اینکه فرد یه باورایی داشته باشه، یه سطحی از آگاهی عمومی و علمی داشته باشه، متوجه باشه که این نظام عقلی و استدلالیش درست نیست. مثلا بعد از اینکه نه تنها حالا چند ده بار، حتی دو بار تجربه میکنه و میفهمه اشتباه کرده، به اینجا میرسه که شاید من به دنیا به صورت نادرستی نگاه میکنم، ولی من در ایشون هیچ کنم از اینا رو نمیبینم عزیز. یعنی ایشون آخه آقای دکتر میدونی تعادل روحی نداره، یعنی بعضی وقتا من رو مقصر میدونه و بعضی وقتا من رو نکوهش میکنه، میگه تو خیلی خوبی، تو هیچ مشکلی نداری. من فکر میکنم من مریض شدم. خودش حتی همچین حرفایی رو میزنه آقای دکتر، من ازش شنیدم. ولی به هر حال عزیز، این حرفا رو غالب اوقات این آدما به دلیل مانوری که میکنن و میخوان به هدفی که دارن برسن میکنن. یعنی همه جوره خودشون اون اندازه آگاهی رو ندارن، به خودشون تسلطی برای حالشون، احساسشون، ذهنیتشون ندارن، راها میشن و بنابراین هرچی که شما میبینید وقتی خوبه یا بده، هر دوتا موقتی و کوتاه مدته، ولی آیا میشه در یه چنین چارچوبی زندگی کرد یا نکرد، اون انتخاب شماست. برای اینکه شما به من بگید ایشون میتونه بهبود پیدا کنه، به نظر بعید میرسه. به همینجاست که من عرض میکنم اگر واقعا با کسی آشنا شدید که این گونه هست، راه کنید تو برید. ولی اگر غیر از این بود که میگفتیم خب مثل آدمیست که پا شکسته، پاشو درست کنید تو بتونید مانند حالت عادی زندگی کنید. متاسفانه اشکالاتی از این قبیل آسیبای سنگین مغزی است و غالب اوقات هم به خاطر مایه ارثی که داره کار رو بسیار مشکل و غیر ممکن میکنه. بله آقای دکتر، ببینید چه میکنید تو هم رو گرفتم، چون شما تجربه زیادی در این زمینه دارین و من خیلی خوشحالم که شما تونستی من رو راه نمایی کنید و به هر حال با یک کسان دیگری هم مشورت کنید، با پدر و مادر، با بقیه هم مشورت کنید. بعدم پدر مادر کاملا مخالفن آقای دکتر، پدر مادر کاملا مخالفن که من بتونم با این آقا زندگی کنم و به من میگن شد تو دیر اقدام کردی، باید خیلی زودتر از اینا، قبل از اینکه فرزند داشته باشی باید این رابطه رو تموم میکردی. حتی دو دوران نامزدی پدر من از من خواست که عقد دائم نکنم. حالا به هر حال اون کارهایی که کردی، به هر حال اتفاق متاسفانه وقتی میفته که ما فکر میکنیم ماجرای انتخاب همسر ماجرای انتخاب کفش و لباسه، در حالی که انتخاب وجود و هستی خودمونه که میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال متاسفم از اونچه شنیدم، امیدوارم هرچی که خیر و صلاحتونه با انتخاب شما و حوادث آینده براتون اتفاق بیفته. مواظب خودتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم با تون. آقای دکتر من میتونم آخرین سوالم رو هم بپرسم؟ بفرمایید. بچه های من به خاطر این دورانی که من با همسرم چون دعواهای زیادی تو خونه داشتیم زیاد به حرف من گوش نمی کنن، با اینکه کوچیک هستم و وقتی به پسرم که 4.5 سالشه بهش میگم این کار رو نکن، داد میزنه و میگه نه. خب اولا آخه عزیزم اونا نه، اونا اینو دیدن، شما به تدریج باید اون حالش رو عوض کنید. اولا یک تا اونجایی که ممکنه بهش نه نگیر یا مخالفتی نکنید، حتی وقتی کارا کمی غلط است و اشتباه کمی. دوم اگر گفتید بتونید پاش بایستید. سوم باشه گفتگویی داشته باشید. ولی آخه من تنها نگرانی، متاسفم اینو میگم، این نیست که به خاطر آنچه که اتفاق افتاده شما مسئله و مشکل دارید. متاسفانه این موضوع زمینهای ارثی دارند عزیز و تنها مسئله شک و سوء ظن نیست. یک استراب سنگین، یه افسردگی فراوان، یه خشم و عصبانیت، یه وسواس، اینا همه هستن و اینا متاسفانه به بچه ها هم حتی از طریق
ارسی یا از طریق ژنی که دارن سرایت میکنه. بنابراین به هر حال زندگی راحت و ساده‌ای برای مدت‌ها حتی اگر ایشون خوب بشن یا برن دنبال کارشون نخواهید داشت. به هر حال یه زندگی است که چند سالی گرفتارش هستید، ولی چون سن ناکمه هنوز توانایی دارید. من تصمیم خودم رو گرفتم، فقط منتظر جواب شما بودم امشب که این رو هم از شما شنیدم. من تصمیم خودم به هر حال من نظرم رو در جهت جنبه‌های مثبت و منفیش و اینکه چه خبر است عرض کردم، ولی بله. انتخاب حتما با شماست. به هر حال امیدوارم آنچه خوبه براتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون آقای دکتر، لطف کردین. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.